بسم الله الرحمن الرحیم، خوش آمدید به سلسله درس های وکتور انگلیس. موضوع بحث ما امروز موضوع وکتور واحدی است. می خواهیم موضوع وکتور واحد، طرز دریافت وکتور واحدی، طول وکتور واحد و همچنان طول یک وکتور با شما بحث کنیم. قبل از اینکه ما بیایم وکتور واحد بگوییم، در ویدیوهای قبلی ما شما وکتور واحد را تعریف کردیم. گفتیم وکتور واحدی عبارت از وکتورهایی است که طولشان یک واحد باشد. و با سه محور وکتور واحدی هست که محور X، محور Y و محور Z در سیستم مختصات سه‌بعدی رسم کردیم. I وکتور واحدی روی محور X، J وکتور واحدی روی محور Y، K وکتور واحدی روی محور Z. که هر کدامشان مختصاتشان به ترتیب 1 و 0 0 است. I وکتور J وکتور واحدی 0 و 1 0، وکتور K میشه 0 و 0، 1 یعنی 1 واحد به امتداد محور Z. طول وکتور واحدی یک وکتور چه قسم دریافت کنیم؟ روز قبل ما شما یاد گرفتیم که ما میتونیم یک دانه وکتور از جنس مختصات الجبریش هم نگاه کنیم که وکتور A شود A X I وکتور واحدی جمع A Y J وکتور واحدی و همچنان A Z K وکتور واحدی که ارائه یک وکتور از جنس مختصات الجبریه وکتور بود. یعنی ما شما میتونستیم که یک وکتور از جنس مختصات الجبریش هم ارائه بکنیم. قبل از اینکه بریم بحث وکتور واحدی کار کنیم، بر شما یاد بدیم که چگونه طول یک وکتور پیدا کنیم. طول یک وکتور با قیمت مطلقشان داده میشه، مختصات محورات یک وکتور به ترتیب مرباتش، مجموعه مربات مختصات هر یکی از وکتورها، AX مربع جمع AY مربع جمع AZ مربع، ای بر شما طول یک وکتور را شما نشان میده. قیمت مطلقه در اصل خودش نشان میده طول است. طول یک وکتور فرمولی است که طول یک وکتور توسط از این فرمول محاسبه میشه. فرمول طول یک وکتور به خاطر محاسبه وکتور واحدی، این وکتور واحدی در بر ای ای وکتور واحد ای ای مساوی است بر خود وکتور ای تقسیم طول وکتور ای. خود وکتور ای تقسیم طول وکتور ای بر دریافت وکتور واحدی استفاده میشه. برای دریافت وکتور واحدی، برای دریافت وکتور واحد، وکتور واحد، وکتور واحد بر ای ای خود وکتور ای تقسیم بر طول وکتور ای. یک مثال کار میکنیم ببینیم که من چگونه وکتور واحدی رو برای دریافت میکنم. فرض مثال برای مثال اول، مثلا برای دریافت یک وکتور داریم وکتور یو اس، وکتور یو از مثلا 2i جمع 3j جمع 5k وکتور واحدی از وکتور را رسم کنیم. به خاطر دریافت ای ای چی نیاز داریم؟ اول ما باید طول وکتور یو را دریافت کنیم که طول وکتور یو چند است. به خاطر دریافتش یوی اکس مربع جمع یوی وای مربع جمع یوی زد مربع برای دریافت طول وکتور واحدی. خب برای محاسبه طول وکتور واحدی، طول وکتور یو مساوی است به یوی اکس مشابه به یو دو مربع جمع یوی وای 3 مربع جمع یوی زد 5 مربع، مجموع مرباتشان تحت جذر 2 مربع 4، 3 مربع 9، 5 مربع 25 که را جمع کنیم شود طول زی وکتور 25 و 9 34، 34 4 شود جذر 38 واحد طول وکتور شود. بالا به خاطر محاسبه وکتور واحدی از یا طول وکتور را محاسبه کردیم، فرمول داشتیم که ای ای مساوی است به خود وکتور A یا خود وکتور U تقسیم طول وکتورش. خود وکتور تقسیم طول وکتور A. خود وکتور است 2i 2i جمع 3j جمع 5 وکتور K تقسیم بر طولشان. طولشان هم پیدا کردیم جذر 38. هر کدومش به شکل جدا کنه ای A مساوی است به 2i بر 2i بر جذر 38 آی وکتور واحدی جمع 3 بر جذر 38 جی وکتور واحد جمع 5 بر جذر 38 جذر 38 که وکتور واحد عبارت از وکتور واحدی به خاطر وکتور 2 آی جمع 3 جی جمع 5 که. تکرار میکنیم یک بار به شکل خلاص و کوتاه. به خاطر از اینکه وکتور واحدی رو دریافت کنیم، باید خود وکتور رو تقسیم طول وکتور با بخاطر اینکه طول وکتور پیدا کنیم، هر مختصر باید مربع کنیم. وکتور بر ما داده بود 2i جمع 3j جمع 5 کم وکتور واحدیش محاسبه کنیم. بخاطر دریافت وکتور واحدی از این، هر کدام ux, uy, uz سه مختصرش مربع کنیم
دو مربع جمع سه مربع جمع پنج مربع دو مربع چهار سه مربع نه پنج مربع پنج جمع کرد میشه جزء سی باشه. بعد از آوردم خود وکتور را برای طول وکتور تقسیم کرد. هر کدام شما شکل جداگانه در دست خواهیم دوی دوی بر جزء سی باش آی سه بر جزء سی باش جی پنج بر جزء سی باش کرد. به خاطر محاسبه دریافت وکتور واحدی استفاده میشه. بحث موضوع وکتورها از نظر فیزیک یا از نظر جهت معمولا کمیت های اسکالری و کمیت های وکتوری که دو تقسیم بندی بسیار مهم و عمده در فیزیک است و همچنان در ریاضی وکتور انالیز همه شما مسئولین عزیز با اینا آشنا هستین یک بار دیگه به شکل خلاص معرفی میکنیم شما. کمیت یا کوانتیتی مقدار یا کمیت به هر پدیده که قابل اندازه‌گیری باشه به کمیت گفته میشه. هر پدیده را که بتوانیم نحوه به نحوه او را اندازه‌گیری یا پیمایش کنیم کمیت است. چیزی را که ما اندازه‌گیری کرده نتونیم اون را کمیت نیستند. کمیت ها از نظر جهت ها به دو رقم هستند، یکی کمیت های اسکالری یکی کمیت های وکتوری. کمیت های اسکالری چگونه تعریف میکنند؟ ما در ریاضیات از جهت ریاضی کمیت اسکالر به عدد تام گفته میشه، به عدد ثابت، عدد بدون جهت نامعلوم، عدد ثابت به نام عدد اسکالری یاد میکنه. یعنی در کل شما هر زمانی که نام اسکالر شنیدین شما عدد به ذهنتان بگرده و بفهمید که عدد بحث است. ولی در فیزیک اسکالر به چیزی گفته میشه، به او کمیت گفته میشه که تنها توسط مقدار مشخص شده. فرض مثال اگر یک نفر بوده که 5 کیلوگرم بوره چون کتله بحث کردیم تمیم مقداری که گفتیم کمیت به شما مشخص است، در ذهن ما میگرده که 5 کیلوگرم بوره چقدر میگه. و اگر از ما پرسان کنه که 2 کیلومتر بدو، ما نمیدم. چرا نمیدم؟ فرض مثال شما تصور کنید یک دونه روبوت داشته باشید پیش خود که کل عمر به فرمان شما باشد و شما بگید 2 کیلومتر بدو، نمیدم. استاب میمونه به خاطر که هنوز بر ازو جهت مشخص نیست 2 کیلومتر کدام طرف بدو، طرف شمال بدو، طرف جنوب بدو، سرعت بگیره طرف شرق بدو، طرف شمال شرق بدو. جهت مهم است. سرعت زیاد شده جهت مهم است. شتاب بگیره جهت مهم است. سرعت بگیره جهت مهم است. خیلی برای بعضی کمیت ها به خاطر از اینکه ما اونا رو به درستی از اونا در ذهن ما به شکل کامل جایگزین چه جای بیفته، برلاوه مقدار ما نیاز به جهت از اون داریم که باید بفهمیم جهت به کدام اندازه است. مثلا جهت ما این باشه، یعنی به خاطر که مقدار کمیت خودش تشخیص شوه برلاوه مقدار نیاز به جهت هم داشته باشه. اگر شما در تعریف وکتور انالیز دقت کرده باشین، کمیت وکتور به چیزی گفته میشه که برلاوه مقدار جهت مهمه. برلاوه نورم یا طول وکتور جهت یا پیکان دو مطرح باشه. خیلی کمیت وکتوری با او کمیت گفته میشه که تنها توسط مقدار مشخص نمیشه. اگر کمیت وکتوری به تمام مقدارش را بگویی باز هم کمیت نامشخص است، چون برلاوه مقدار یک مشخصه دیگه یک پارامتر دیگه هم نیاز داره که او پارامتر عبارت است جهتش است. ولی در کمیت های اسکالری به او کمیت هایی گفته میشن کنها تنها توسط مقدار مشخص میشن، دیگه کدام پارامتر مشخصه بر از اونها دیگه ضرورت نیست، تنها مقدار کافی است. یک تعریف کوتاه و خلاص همیشه به حافظهایتان باشه، کمیت اسکالری به کمیت هایی گفته میشود که تنها با مقدار مشخص شود. کمیت های وکتوری به کمیت هایی گفته میشود که بعد لابه مقدار به جهت نیز ضرورت داشتند.